آقای علمداری، شما نقش داعش و تحولاتی که الان ایجاد کرده، درگیری هایی که ایجاد کرده رو در به وجود اومدن تغییرات و یا شاید تغییر دادن مناسبات سیاسی در منطقه و همینطور در جهان رو چطور می‌بینید؟ من در آغاز بهتون بگم که آن چیزی که امروز تحت عنوان داعش در عراق شناخته شده، تنها داعش نیست. یک طیف وسیع از نیروهای مخالف دولت نورالملکی هستند که بازتابی است از سیاست غلط و دیکتاتوری که در عراق حاکم شد و همینطور نادیده گرفتن حقوق سنی ها و زیر پا گذاشتن حتی خواستهای بخشی از شیعه ها. بنابراین باید گفت که داعش یه بخشی از این داستان هست، شاید بخش بزرگی از این ماجرا هست که اتفاق افتاده. نیروهای باقی مانده از حزب بعث هستند در دوره از دوره صدام، بخشی از نظامیانی که از زمان دولت صدام حسین باقی موندند و فرار کرده بودند یا پنهان شده بودند، آنها برگشتند و همینطور قبایل و به خصوص رؤسای قبایل که در این سالها هنوز اون کینه‌ای که نسبت به حکومت شیعه ها داشتن پایان نپذیرفته بود، همین ها به اضافه کمک هایی که از کشورهای خارج مثل عربستان سعودی گرفتن، مثل کشورهای خلیج فارس گرفتن، همین ها با هم جمع شد و به اضافه یک پایگاه گسترده زمینی که در سوریه برای داعش به وجود اومد که این نیروها هم عمدتا از خارج اومده بودند، که مثلا سالهای گذشته در افغانستان بودند، در خود عراق بودند، در اردن بودند، در اونجا تجمع کردند. همه اینها تبدیل پدیده‌ای شده که ما امروز به عنوان داعش میشناسیم. خود داعش به نظر میاد که یک نیروی سرکوبگر، خشونتبار و غیر قابل تحمل هست و اگر این نیرو یا این طرز این سیاست در منطقه حاکم بشه، نه تنها برای عراق بسیار خطرناک است، به طور وسیع‌تر در منطقه خطر ایجاد خواهد کرد و خطرش آنجا به ایران منتقل خواهد شد که جنگ قدرت به جنگ شیعه و سنی تبدیل بشه که احتمالش خیلی زیاد است. خب همین الان شیعه و سنی رو که اشاره کردیم، فکر می‌کنید که چقدر واقعا این دعوای بین دعوای تاریخی بین شیعه و سنی در این زمینه در تأثیری که داعش داره میذاره در منطقه مؤثره؟ بعضیا تحلیل میکنن که خیلی فراتر از دعوای شیعه و سنی هست این مسئله. خب در من اشاره کردم دعوای قدرت در وحده اول، دعوای ثروت نفت بسیار بسیار، منابع نفتی بسیار گسترده که در عراق هست، به این دعواها و کشمکش های قدرت دامن میزنه. ولی میدونید که جنگ شیعه و سنی یک سابقه 1400 ساله داره. پس به هر حال در ادامه همون این دعوا از اونجا بوده، منتها در طول تاریخ افت و خیز داشته. مثلا در یه مقطعی ابزار کار حکومت عثمانی ها شده، در یک زمانی ابزار کار یا شیعیگری ابزار کار صفویه در ایران شده و تبدیل به جنگ شیعه و سنی بین عثمانی ها و عرب ها که تحت مثلا سلطه حکومت عثمانی ها بودن با صفویه شده. که الان شما میبینید که در گفتار داعش این است که میخوان صفویه را از بین ببرن، به این معنایی که اونها معتقد هستن که شیعه یک بدعتی هست، یک راه خلافی است از اسلام و میخوان خلاف را از اون ببرن. خب حالا با این مواردی که مطرح کردید، نقش ایران رو چطور میبینید و رابطه ای که ایران با داعش و داعشی ها در منطقه الان داره رو چطور میبینید؟ ببینید ایران شیوه کارش در منطقه تقریبا شبیه داعش بوده. شما نگاه بکنید سپاه پاسداران یا سپاه قدس که بخشی از سپاه پاسداران است در سوریه مداخله کرد و پای حزب الله رو اونجا باز کرد و هم نیروی نظامی اونجا اعزام کرد، هم پول به اونها داد، هم آموزش نظامی به اونها داد، هم اسلحه به اونها داد و از طرف دیگر هم روزها از نظر حقوقی در سطح جهان به جمله در سازمان ملل پشت همین ماجرا رو گرفتن و نگذاشتن خواستهای
آزادی خواهانه مردمی که با تظاهرات آرام شروع شده بود شکل بگیره. در مورد جمهوری اسلامی هم فکر میکنم جمهوری اسلامی نه تنها در سوریه این کار کرده، در عراق هم فکر میکرده بعد از این، به خصوص بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از اینجا رفتن، فکر میکرد اینکه خلا رو پر بکنه. در زمانی که نیروهای آمریکایی هم اونجا بودن علیه نیروهای آمریکایی خرابکاری میکرده، حتی بخشی از این بمب‌های کنار خیابانی رو ایرانی‌ها به اونها میدادن، کار میذاشتن علیه آمریکایی‌ها. خب بعد چه اتفاقی افتاد که الان این دو مقابل هم قرار میگیرن؟ کیا؟ منافعشون داعشی ها. داعش در حال اگرچه کارش، شیوه کارش تقریبا نزدیک به شیوه کار جمهوری اسلامی است در بخش‌هایی، مثلا نمونه بگم اون قتل عام مجاهدین، 52 نفر رو قتل عام کردن ناگهان و جمهوری اسلامی حداقل ابراز خوشنودی کرد از این بابت. حالا ممکن بود بگیم که عراقی‌ها این کار کردن یا حکومتی که با جمهوری اسلامی خیلی رابطه نزدیک داره و از مجاهدین احتمالاً میترسن که نکنه یک خود پای قدرتی بگیرن، شبیه شیوه کاریست که امروز داعش سربازای عراق رو دستگیر میکنه بدون اینکه مشخص بشه اینا مقصر بودن، نقشی داشتن در مثلا سرکوب کسی، در تیراندازی کشته کسی، اینا رو به رگبار مسلسل میبندن. این شیوه ها شیوه های مشابه همدیگه است بین دو تا رقیب. اونجا خطرناک میشه ماجرا که همونطور که اشاره کردم دعوای قدرت، جنگ و جدال قدرت پوشش مذهبی بگیره، پوشش سنی و شیعی بگیره و مردمی که اعتقاد دارند، مردم شیعه و سنی، روی شناسنامه همدیگه به همدیگه حمله کنن، همدیگه رو بکشن و این میتونه به مرزهای ایران هم وارد بشه. در ایران هم این گونه بمب‌گذاری ها اتفاق بیفته. اگر این به پاکستان برسه و درگیری اونجا گسترش پیدا بکنه و نیروهای طالبان و نیروهای رادیکال سنی در پاکستان دسترسی به بمب اتم پیدا بکنن، مطمئن باشیم بمب اتم رو علیه شیعیان که ایرانی ها باشن به کار خواهند برد. بسیار خوب، ممنونم از وقتتون. خواهش میکنم.